نشست علمی آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی دوشنبه شب مطابق با 28 روز از ماه مبارک رمضان سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمى شیرازی در رابطه با حکم شرعی شرط بندی فرمودند: شرط بندی اگر به معنای رهان باشد و در آن شرط پرداخت پول در صورت برد و باخت شده باشد، حکم قمار را دارد و حرام است. معظم الله در ادامه فرمودند: رهان نوعی شرط است که قاعده المؤمنون عند شروطهم را تخصیص زده است، چرا که طبق این قاعده هر شرطی چه مقید در عقد لازم و چه اهم از عقد لازم و عقد جایز باشد معتبر است مگر آنکه رهان باشد. ایشان همچنین تأکید فرمودند: هر گونه شرطی که از آن مفهوم رهان برداشت شود جایز نیست، اما اگر معنای رهان از آن برداشت نمی شود شامل قاعده المؤمنون عند شروطهم می شود. آیت الله العظمى شیرازی با اشاره به برخی از روایات فرمودند: فقط شرط بندی در برخی از مسابقه ها جایز است و هرچه غیر از اینها باشد قمار و حرام است. معظم الله با تفاوت قائل شدن بین وعده و شرط فرمودند: اگر مثلا پدری به فرزند خود بگوید در صورت قبول شدن در مدرسه به او جایزه می دهد، این به معنای وعده است و مشهور بین فقها این است که عمل به آن لازم نیست. ایشان در ادامه فرمودند: اما اگر از ابتدا پدر نیت داشته که برای فرزندش جایزه نگیرد، از این جهت که دروغ گفته عمل حرامی مرتکب شده است. اما اگر از ابتدا نیت عمل کردن داشته و بعداً رأی او برگشته، اشکال ندارد. با هم فرمایشات آیت الله العظمى شیرازی را ببینیم و بشنویم. نه، عنوانا فرق میکنه. یه جا اسمش وعده است، یه جا ان الله لا یخلف المیعاد، خدا خلف وعد نمیکنه. اما بنده هم، بنده های خدا هم حرام خلف وعد کنن، مشهور به نفقه اینه که حرام نی. به نتیجه من الان تشخیص موضوعش رو ندارم میدم دیگه. به نتیجه اگه موضوع رهان لا یجوز، اگه نه اشکال ندارم. چی؟ الکلام یا حلل و یا حرم، هبه معوضه، بیع، صلح، نمیدونم اینا فرق میکنه با هم، عناوین مختلف است. اگر یه جوری انجام داد که هبه معوضه بهش میگن، بله اشکال نداره، گیری نداره.